بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضار نهایت گرامی، سروران عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم، امروز به مناسبت روز مباهله یا مباهله، روز 24 ذوالحجه الحرام، روز پیروزی حق بر باطل است، روز سربلندی و کامیابی و سعادت مسلمانان که در رأس حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه و سلم با اهل بیت محترم حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه و فاطمه الزهراء و حضرت امام حسن و امام حسین در این روز 24 ذوالحجه الحرام یک بار دیگر در تاریخ اسلام یک روز پرشکوه و پرمیمنت و یک روز تاریخی که واقعا امروز ما به اون روز افتخار میکنیم. روزی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مسیحیان یا به نصارا و یهود نشان داد و ثابت کرد که دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دین برحق کامل است. تکمیل این دین را قرآن بسیار زیبا بیان میکند: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و در جای دیگر در باب دین، قرآن دین ما را چنین توصیف میکند: ان الدین عند الله الاسلام. بهترین از ادیان در نزد الله تبارک و تعالی دین اسلام است، دین پسندیده، دین شایسته، دینی که واقعا رحمت برای امت اسلامی است و در نزد خدا بسیار جایگاه اهم و بالا دارد. دین اسلام است. با آمدن دین اسلام، دینها و ادیان ماضی و گذشته همه منسوخ شدند. در روز 24 ذوالحجه الحرام در سرزمین مدینه طیبه، مدینه الرسول، مسیحیان می خواستند با جناب سرور کائنات صلی الله علیه و سلم مباهله کنند و در اون روز حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام را با فاطمه الزهراء و حسنین با هم رفتند در میدان مباهله با مسیحیان نجران، اینها مباهله کنند. و در اون روز یکی از بزرگان علمای مسیح به نام اسقف الاعظم از طرف مسیحیان تعیین شده بود. اولا ای را بدانیم که مباهله به خاطر چی؟ مباهله ای را میگوید که دو نفر، دو شخص و دو گروه
که یک دیگر را نپذیرند، رد کند و لعن کند، در مخالفت قرار بگیرند و یک جای می شوند برای سرکوب، برای عذاب، برای دردمندی طرف به خداوند دعا می کند که باید این گروه برای ناحق روان است و خداوند ای را لعنت کند. اما قسمی که قرآن بیان می کند لعنت الله علی الکاذبین، یا در حدیث می آید لعنت بر آن کسانی که بیراه رفتن از بین ما یا در جماعت ما بودن. و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان مباهله حاضر می شود با اهل بیتش. اسقف الاعظم یکی از مسیحیان وقت را به یک وظیفه مأمور می سازد که بنگر رسول الله صلی الله علیه و سلم با کی کسانی حاضر است در میدان مباهله. اگر از اهل بیتش، از خانواده و اقربان نزدیکش بود، خب حتما دین رسول صلی الله علیه و سلم دین برحق و دین کامل و اونها غالب و ما مغلوب می شویم. اگر از اصحاب کرام و یا از یارانی که بیرون از اهل بیت است اینها باشد، ما در مناظره و مباحثه یا مباهله با اینها حاضر هستیم. مجردی که اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم را میبیند، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه الزهرا و حضرت حسنین فی الفور خبر به اسقف الاعظم میرسد که محمد با اهل بیتش در میدان حاضر است. در همانجا اینها از مباهله ابا میورزند، میفهمند که دین محمد رسول الله حق است، چرا که قرآن عظیمشان اعلان میکند در روز مباهله شما بیاید حاضر شوید. کیها حاضر شود؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم. این آیه متبرکه برای همیست که در میدان مباهله اینها را میگوید که شما، ما فرزندان خود را میاریم، شما هم با فرزندانتان بیایید و نساءنا و نساءكم، و ما با خانم های خود حاضر می شوید، شما هم خانم ها را حاضر کنید و با نفس خود را حاضر کنید. آنجا است که اونها ایبا می ورزد، پس در پایان لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا بر دروغگویان، بر آنانی که از دین خدا و از راه و روش و سنت رسول اونا ایبا می ورزند. در اصل بس مسیحیان، یهود و نصارا به این عقیده باطل است که عیسی علیه السلام، نعوذ بالله من ذالک، ابن الله می گفتن برش، به خاطر که بدون پدر در شکم مادر الله تبارک و تعالی او را خلق کرد. و آنها دلیل میخواد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که الله تبارک و تعالی از نبود آدم، آدم را خلق کرد و عیسی را هم خلق کرده است. این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. پس مسیحیان مغلوب می شود، مسیحیان تسلیم می شود و یک
عده از آنها از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تقاضای حاکم و یا والی را می کند که برایشان بفرستد. رسول صلی الله علیه و سلم ابو عبیده را به حاکم بودن، حاکم مسیحیان شود، روان می کند، وظیفه می تد و مأمور می سازد. بعد از حاکم شدن ابو عبیده، از بین مسیحیان سر